گوینا گویز چطورید بچه ها؟ فرشاد سانیت هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی جدید، یه ویدیوی توییت. همونطور که میدونید یه دونه توییت گذاشتم که سنگین ترین خلافتون که اگه خانواده بفهمن جرتون میدن، یا اینکه اگه فهمیدن و جرتون دادن رو توی ریپلی های توییتر برام بنویسید. حالا ریپلی ها جمع شده، بریم با هم یکی یکی بخونیم ببینیم چه خلافایی انجام دادید، چیکارا کردید. پس توییتر منو حتما فالو کنید که توی چالش ها شرکت کنید، که من توییت میذارم سریع بتونید ریش ریپلی کنید که برای رکورد ویدیو من بتونم ازشون استفاده کنم. اینستا منم این بالا میاد، حتما فالو کنید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب چنل یادتون نره، زنگوله بغلش هم بزنید، کامنت انگلیسی فراموش نشه که حسابتون نپره. بدون معطلی بزن بریم ببینیم چه خلافایی انجام دادید. لتس گو. بسم الله الرحمن الرحیم. جدا از اینکه سیگار میکشم و اهل مشروب هستم و پسر بازی کنم که به کنار، فقط تو رو خدا بین خودمون بمونه، من دختر بازی هم میکنم و اگه بفهمن مردم. داداش تو دیگه خلاف نمونده نذاشتی درسته، خلافی نذاشتی که بمونه، همه رو انجام دادی، یکی هم زیرش نمیشه. فکر کنم فقط خونه ما نیومدی. نکنید دود اصلا چیز خوبی نیست، اصلا سمتش نرید، پسته بخورید به جای مصرف چیزهای دودزا. یه بار گوشیم توی جیبم بود، حواسم اصلا بهش نبود، رفتم توی دستشویی افتاد تو چای مسترا، نه تنها گوشی بلکه کل فاضلاب خونمون و محله به چخ رفت. تا برای حفظ امنیت جانیم 3 ماه تبعید شدم خونه مامان بزرگم. مگه میشه آخه گوشی بیفته تو دستشویی بگیره؟ ببین مگه اینکه گوشیه اینجوری بره تو و اینجوری تو سوراخ بمونه؟ فاضلاب محله گرفت با گوشی تو، یعنی شما فاضلاب مرکزی بودی؟ دروغ حس میکنم میگی؟ عکس من اون زیر بچه ها، فکر کنم روحش داره توییت میزنه خودش. حالا دیگه خونه مامان بزرگت حداقل گوشی رو نبر تو خلا. خلا بچه ها اسمانی میدونن خلا یعنی چی. تولدم بود، برای هر نفر 1 لیتر عرق سگی ناب گرفته بودم. برای هر نفر 1 لیتر، یعنی اگه مثلا 30 تا مهمون داشتید 30 لیتر عرق سگی گرفتی. چرا دروغ؟ هم محله‌های عزیز لو دادن و 15 تا تریل و 3 تا سمند ریختن دنبالمون، آخر پیدامون کردن و ما هم شروع کردیم به زدنشون. مطمئنی آب شنگولی بوده؟ خوشبختانه تلفات ما کم بود، تلفات اونا زیاد، و البته آخرش هممون فرار کردیم. با وجود اینکه قبولت دارم ولی بازم احساس کنم داری تو رو خوگی. GTA مگه؟ GTA 6 ستاره که میشه اینطوری پلیس میفته دنباله؟ فکرم داشتی خواب میدیدی نه؟ 15 تا موتور دنبالش کردن، 3 تا سمند پلیس، بعد همه رو گرفتن زدن. مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ شما تو کامنت وای. خب حالا تو که مال، تو که میدونی داره دروغ میگه، دیگه به ما چی کار داری؟ دوست پسرم شبا ساعت 1 میومد پیشم، صبح ساعت 5 میرم. یه توییت راست من هنوز. البته دوست پسرت شبا ساعت 1، خب خانوادت اگه بفهمن که میکشن، فکر مثلا همه خوابیدن درو باز میکنه دوست پسرش میاد توی خونه. ببین من گیم بازی میکردم نصف شبا، خب صدا میومد که بابام یا مامانم میخوان برن دست، یه چراغ روشن میشد میریدم تو خودم. بعد تو که دختر بودی پسر آوردی، هیچ کس یعنی نصف شب پا نمیشد، یعنی احتمال نمیداد که همون موقع دوست پسرت میخواد بره یهو یکی بیدار شه و ببینتش. ورا. 2 هفته پیش بابام با دوستش رفته بود ماموریت، ماشینم نبرده بود، مامانم هم 2 روز رفته بود خونه مادر بزرگم، خلاصه من تنها بودم، سویچو برداشتم با دوستم رفتیم. من رانندگیم خوبه ولی یکی از پشت زد به یه خراش بود که با پلیس حل شد، ولی از اون که بابام حساسه بفهمه. من هیچ وقت ماشین بلند نکردم که بخوام ماشین رو یواشکی بردارم برم بیرون، ولی خفن ترین سر من یه دونه مگان داشتم که یه بار شب تولدم حتی هیچ کس نبود، توی میدون فیض اصفهانیا میدونن داشتم میرفتم تو خیابون میر که یه تریلی اومد نصف ماشین جر خورد، سپرش اینجا، نمیدونم قبلا هم تعریف کردم جای مختلفا نمیدونم شنیدی یا نه، ولی سپرش اینجای صورتم تو ماشین تو ماشین وایساد، یعنی یه متر دیگه اومده بود جلو، شاید اصلا هیچ فرشاد سایلنتی نبود، هیچکی منو نمیشناخت و من اصلا نه زنده نم، ولی من اینجا هم هیترها فشار باید بخورم. ماشین ندوزید بچه ها، خدایی نکرده بدون گواهی نامه بزنید به یکی، قتل عمد حساب میشه و
نکنید. اون موقع که نزدیک های کلاس اول بودم، اول چی؟ اول دبستان، اول راهنمایی، اول در اول چی؟ 300-400 تومن پول از گاف صندوق بابام برداشتم. اون موقع پول خیلی زیادی باش میتونستم به همه خواسته هام برسم، ولی متاسفانه مامانم فهمید انقدر پول دارم و همشو ازم گرفت، ولی نفهمید از بابام کش رفتم. از اون روز به بعد دیگه از این گوه نخوردم. از این به بعدم دیگه این گوه. خب مامانت چه فکری کرده پیش خودش که مثلا حد نزده که تو ممکنه این پولو بلند کرده باشی تو کلاس اول؟ اصلا میگیم اول دبستان 300-400 هزار تومن پول از کجا آوردی؟ رفتی کار کردی؟ چیکار کردی؟ نهایت از یه جایی بلند کردی دیگه. خب جز گاف صندوق باباتم نمیتونه از جای دیگه بوده باشه. آقا نکن، سیگار نکشید، پول از جیب باباتون کش ندید، ماشین ند، چیکار دارید میکنی؟ من هیچ کدوم این کارو، من نهایت پولی که زدم نزدم تازه، مثلا بابام گفته برو پول بردار تو جیبم، چه میدونم 50,000 تومن برداشتم و نگفتم هم چقدر برداشتم. بابام هم هیچی نمیگفت، اون برو میگفت برو هر چی دوست داری بردار. البته من جرئت نمیکردم بیشتر از اون حد بردارم. شاید باورش برات سخت باشه، ولی تای خلاف من این بود که تو 5 سالگی 10,000 تومن از کیف مامانم برداشتم، انداختمش تو قلکم، دودم پاشدم رفتم بهش گفتم آفرین، خوب کاری کردی. گفتی آقا همیشه راستشو بگید، هر موقع هم لو رفت همون موقع راستشو بگید که اینطوری نشه. حالا یه بار من بچه بودم، کوچولو بودم، فکر کنم 5-6 سالم، 200,000 تومن از جیب بابام برداشته بودم، بعد نه که برداشته باشم خرج کنم، نمیفهمیدم که کوچیک بودم برداشته بودم یه جا انداخته بودم، افتاد گردن داداشم و داداشم کتک خورد. یعنی داداشم از 6 سال من بزرگتره، کتکی خورد که منم به رو خودم نیورده بودم، اینجوری اونور بودم بودم چیکار کرد؟ چرا پول برداشتی؟ یه بار بابام برای مدرسه یه مبلغ پول داد، گفت ببر بده به مدیرتون، بعد من اون پولو ندادم و گذاشتم تو جیبم. فرداش مدیره زنگ میزنه بابام و پولو میخواد و بابا میگه که داده ولی نمیدونه من ندادم. خلاصه دوباره پول داد، منم گفتم که من دادم، اون دوباره میخواد. همه چی به پول ختم میشه تو این خلافایی که پول بلند میکنه، کی پول قرار بره بره مدرسه نمیره بده. چیکار میکنید آقا؟ چیکار نتم وقتی تموم میشد میرفتم هات اسپات بابام روشن میکردم، بهش وصل میشدم. بابام انقدر سر شلوغ بود هیچ وقت چک نمیکرد، وقتی هم که میفهمید میگفتم علامت وای فای، یعنی به وای فای وصل شدی. در ماه نزدیک 2300 تومن پول نت میداد، از اونم نت بابام تمام میشد به خواهرم ازش. لاشخوری که میگن همینه، یعنی تای تای لاشخوری. یه هات اسپات روشن کن. رمز وای فایتون چنده؟ اینترنت نداری؟ بابا خودت دخل پدر سوخته یه بسته دیگه. مهمان خونه ما بود و من دوست نداشتم برم از اتاقم بیرون، دستشویم داشتم و ریدم زیر فرش رو له کرد. یاد پارسال افتادم که خلافاتونو بگید، اون میگفت تو کشوی مامان بزرگم ریدم، اون میگفت تو گلدون خالم شاشیدم. خب چرا دروغ میگید؟ اصلا یه لحظه تجسم کردم که تو رفتی فرش رو زدی کنار، نشستی ریدی، بعد فرش رو گذاشتی روش. اصلا مگه میشه چی چیزی آخه؟ خدا من بچه پاکی هم، فقط یکم علکی حساسن رو بعضی چیزا، مثلا با اینکه من پاکم ولی حساسن رو اینکه ماشینو بزنم، یا حتی بازم با اینکه پاکم شاید جرم بدن اگه بفهمن سیگار میکشم، حتی بازم با وجود پاک بودنم احتمالاً بیرونم کنن از خونه اگه شیشه آب جور از اتاق. خوبه پاکی و این کار رو انجام میده، اگه پاکی نبودی چه کسافت کاریایی میکردی؟ عکس چه ربطی داره اصلا به این کارهایی که تو میکنی؟ پاک ماشین میدزده، پاک سیگار میکشه و پاک آبجو تو اتاق نگه میده. آب شنگولی تو اتاق چند سالته؟ سناتون هم کش مینوشید. من یه بار با بابام دعوام شد، رفتم از دور تا دور ماشینشو با سنگ اگه بفهمه جرم میده. من 22 سال سنم، قضیه مال 3 ماه پیش. اون ماشین جزء اموال خودتون حساب میشه، مگه با بچه و همسایتون در افتادی؟ یا مثلا دشمن تو کوچه بغلی داشتی که رفتی ماشینشو خد، ماشین بابا تو رفتی، یعنی ضرر مالی به پدر خودت، یعنی ضرر به خودت، به پدرت مثلا پدر سلامتی. یه بار لیوان یک بار مصرف رو دو بار استفاده کردم، مامانم فهمید و برام سیدی مرد عنکبوتی یک نخرید. دقیقا همین ریاکشن بیژن بنفشه خواه ایول که تو لیوان یه بار مصرف دو بار مصرف کردی، تو لیوان یه بار مصرف دو بار مصرف، مسخره. من که نه، ولی رفیقم دوست پسرش اومده بود خونهشون، یه بسته شکلات خفن واسهش آورده بود، یادش رفته بود بعد که پسر میره اونو قایم کنه. بعد مامانش میاد خونه میگه اینو کی آورده؟ هول میشه میگه نظری آورده. خب نظری شله زرد، چه میدونم غذا قیمه، نمیدونم آش، بسته شکلات نظری. بعد مامانش نگفت آخه پدر سکی شکلات نظری میاره؟ دروغ بود، خاک بر سر. من که میدونم از خانواده ها پول گرفتی تا ما اعتراف کنیم لامو.
باریکلا کجا فهمیدی؟ ای بابا این بد شد که. حواسم باشه پس دیگه اسماتون رو بلار نکنم، همه اسما پیدا باشه. چقدر هم که اسم و فامیل میزنید تو توییتر و عکسای خودتونه. حالا فرشاد، بابام قرار بود برام یه گوشه جدید بخره اما زد زیر قولش. منم رفتم برای تلافی میخ گذاشتم زیر دوتا لاستیک. ماشین بابام با اولین حرکت پنچر شد. اگه بفهمم بقیه عمرم رو در کوچه میگذرانم. چرا خودزنی میکنی؟ چرا ضرر مالی به خودتون میزنی؟ حالا گوشیش نخریده، شاید بنده خدا حالا مثلا میخواسته که بعدا یه دونه بهترشو برات بخره، یا مثلا چه میدونم خرج زیاد داشته اون ما نمیتونسته اصلا بخره، نه که مثلا گفته حالا بعد برات میخرم. رفتی میخ گذاشت، الان باید همون پولی که برای گوشی برات تو کنار گذاشته خب به دو تا لاستیک بخره. پدر سوخته، برای چی رفتی لاستیک بابات سوراخ کردی؟ من اصولا کار خلاف انجام نمیدم، فقط بعضی وقتا مدرسه نمیرم، میرم سیگار رو با بچه ها موتور بازی، و بعضی وقتا که میگم خونه دوستام شب میمونم در از خونه دوستام نیستم و سه تا تتو دارم که نمیدونن کجا تتو زدی که نمیبینن. اصولا کار خلاف انجام نمیدی بعد سیگار میکشی میری موتور سواری با دوستا تتو میزنی؟ تتو زدن البته کار خلاف حساب نمیشه، ولی خب یه سری سنت ها و عقاید هست تو خانواده ایرانی که بعضی موافقش نیستن، ولی خب اون سیگارو موتور. بچه ها یه نصیحتی بکنم بهتون، بچه ها موتور مساویه با خودکشی، یعنی موتور ساخته شده برای اینکه تو بری بخری و خودکشی کنی. موتور اسمه من، خودم اول دبیرستان گریه کردم برای موتور، گریه میکردم موتور میخواستم بابام نخرید، الان و الان از همین جا اگه این ویدیو رو میبینه میگم دمت گرم که نخریدی ایول. ببین قهرمانای موتور سواریش مردن یه لحظه است. ببین آدم رو چهار تا چرخش که ماشین باشه اطمینانی بهش نیست، چه برسه دیگه رو دو چرخ. خیلی هم که دیگه بدون کلاه ایمنی اصلا تو رو فراموش کن، از موتور بیاید بیرون. مدرسه بچه‌ها رو داشت میبرد سفر زیارتی، من و چند تا رفیقام رضایت‌نامه سفر زیارتی رو از بابا مامانمون گرفتیم، ولی حمله مدرسه نرفتیم، پیچوندیم رفتیم کیش. ای ولی خوب بود. آفولی بازی هم کردی؟ هاشم حتی خانومی آقا نمیدونم بلار شده اسم در جریان نیستم. این بار فرض یعنی چی میخواد ازم خدای کمکشون؟ خانوم بودن یا آقا؟ من بودنم خلاف سنگینه. خانواده منو میبینن خودشون میدونن باید گیر بدن، من نمیدونم به کدوم دلیل دارن گیر بدن. فقط تو ینگی داشتم دور تشت بگردم. یه بار مامانم بیرون بود ازم خواست برنج بپزم، وقتی آماده شد دیدم به حدی شوره که با یه کیلو ماستم نمیشه خورد، دزدکی کل قابلمه برنج رو پرت کردم بیرون، انگار نه انگار که چیزی در کار بوده، به مولا بفهمه منو میپزه. نهایت یه چک دیگه. مگه اینکه قابلمه مورد علاقه، چون مثلا مامانا یه سری چیزای مورد علاقه تو آشپزخونه دارن، یه سری سرویس قابلمه مایتابه مورد علاقه، یه سری ظرف و ظروف مورد علاقه، یه سری قاشق چنگال مورد علاقه که اونا یه جای مخصوصی، اگه از توی اونا ریده باشی که مثلا منظورمه که توی اون گند زده باشی انداخته باشیش دور که فاطمه هم سلام. یه وسیله رو بردم بذارم دم در، از کنار ماشین که رد شدم چون جا تنگ بود مالید به ماشین و یه خط گنده افتاد روش، هیچ دیگه، افتاد گردن داداشام که با ماشین میرم بیرون. اینه من که پول زدم افتاد گردن داداشم. ببین همه چی هم به لاستیک ماشین، بدنه ماشین، کلا به ماشین و پول ختم میشه، یعنی یکی ریده تو ماشین، یکی ماشین دزدیده، یکی زده به ستون، میخ گذاشته زیر باباش، ببخشید زیر لاستیک باباش، یکی خط انداخته دور تا دور ماشین باباش، بس دیگه بابا از ماشین بی خلاف، خلاف سنگی. اون یارو دیدی اون اولی یا اون که دوست پسر می آورد خونه 1 تا 5 صبح، اونا خلافه، اینا که بابا دیگه یه چیزی رد میشدی خط انداختی با پولش در می. حوصله نداشتم برم بیرون برای 13 به در، چرخای ماشین بابامو پنچر، خدا ای خدا پنچر کردم و بقیه اون روزو کوفت کردم چون نرسیدم برم. چرا ضررم؟ خب بگید آقا، بگو مریضم، آی دلم، من بگید قرار دارم با دوستم. البته اون موقع که سن آدم پایین باشه قرار دارم و نمیام و نمیخورم و نمیدونم نمیام مهمونی و این غذا چی و اینا نداریم، هر چی خانواده هر چی بابا میگه همون، از یه جایی به بعد میتونید اینو بگی ولی عزه هست. تنها بودم و آب قطع بود، منم شیر و وا گذاشتم تا وقتی آب اومد بف وای، بعد رفتم بیرون یادم رفت که آب ببندم، وقتی برگشتم کل خونه آب بود، منم فرشاد و مامانم فرشا رو تازه شسته بود که همش به چخ رفت. خوبیش این که نفهمیدم من که انداختم تقصیر خواهر. آره دیگه گوه بزنید بندازید تقصیر این اون، مثل خودم براحتی. دیروز حدود 100 لیتر کشمش تقطیر کردم، یه کوچولو بو پیشیده تو محلی شالا که کسی نمیدونه. کشمش برای چی تقطیر کردی؟ کشمش برای نظری، عدس پلو با کشمش.
100 لیتر کشمش آبشنگولی تو محله تو خونه نکن برادر من، خطرناکه عزیزم. مگه میشه؟ مگه میشه دیگه خودت تو دست به کار شید؟ بچه بودم اومدم آب بدم مامانم، یکم الکل از این ضد عفونی کننده ها ریختم تو لیوان تا ببینم مامانم مست میشه. بابا خیلی ها اونو خوردن و دور از جون مامانت مردن، نکنید آقا. خب خودت کوف کن ببین مست میشی یا نه. ببین به مامانت بدبخت چرا دادی؟ یه نفر نوشه مامانت نفهمید، طرف نوشه نه مزه کثافت میگیره اون الکل ضد عفونی کننده تو آب. با فتوشاپ کارنامه کنکورم رو 15,000 کردم، در صورتی که 120,000 بود. هر چقدر بهم گفتم برو دانشگاه قبول نکردم و گفتم هدفم پزشکیه. این خیلی باحال بود. بعد ببینم 120,000 یعنی قبول نیست، یعنی رد شدی، یا اینکه مثلا 120,000 میتونستی بری دانشگاه. جالب بود خلافاتون، بعضیش باحال بود، بعضیش شکلات نمیدونم فلان کردم و داشتم وسیله میبردم لبش گرفت به سپر بابام و اینا، خیلی مسخره بود. ولی اون که نمیدونم 100 لیتر کشمشو نمیدونم پسر 1 تا 5 صبح بیاری خونتونو نمیدونم اینا دیگه. دمتون گرم. اگه ایده دیگه چالش دیگه سراغ دارید که اگه توییت کنم دوست داشته باشید تو شرکت کنید، حتما توی کامنت ها بهم بگید. این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب چنل یوتیوب نره زنگوله بغلشم بزنید، کامنت انگلیسی فراموش نشه. توییتر و اینستاگرام من این بالا میاد، حتما فالو کنید واسه چالش های بعدی. خیلی خیلی دوستتون دارم، به زودی با ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا پیس.